کردین؟ آره آرمان رفته دو روز دیگه ویدیو رو نگاه کرده. آخر ادامهش میخوام دوباره ببینم. و آره شما دو روز دیگه دارین این ویدیو رو ببینین، ولی من دوست دارم همین الان ببینم بعدش چی میشه. سلام بچه‌ها، خوش اومدین اسن. بعدش چی؟ ما قسمت دوم از شرط ارث. و توی قسمت قبلی شرط بابا بزرگ این بود که 1,000,000 دلار توی یه روز حذف بکنه و خرج بکنه. و آره شانس انش خورد و 1,000,000 دلار دیگه تو لاتاری برد. و آره ببینیم تو این قسمت چه اتفاقی میفته. فکر کنم خودشم خلاصه‌شو گفته باشه اولش. و قبل از شروع یادتون نره اسپارتان حتما این ویدیو رو لایک کنین و توی کامنت ها بنویسین اگه واقعا این سریالی بازم میخواین حتما بهم بگین. و تا قسمت بعدی خاطی دارم کار بریم شروع کنیم. خیلی بفرمایید، داستان خوش اومدید. من متیو هستم و با قسمت دوم داستانم برگشتم. برای اونایی که قسمت اول ندیدن یه خلاصه ی داستانو تعریف می‌کنم. واسه تماشای قسمت اول داستان میتونید به کانال تئوس مراجعه کنید. من هیچ وقت پدربزرگمو تو عمرم ندیده بودم. یه روز یهو یه وکیل باهم تماس گرفت و گفت پدربزرگم فوت کرده. ولی ببین، ولی من حس می‌کنم این وکیل پیره پدربزرگشه، چون اونجا اسم وکیل رو اشتباه گفت. نمیدونم، شاید تو قسمت اول قبل از مرگش یه ویدیو برام ضبط کرده بود که توی اون ویدیو پدربزرگم گفت مگه در عرض 24 ساعت 1,000,000 دلار خرج کنی ثروت 100,000,000 دلاری منو به ارث میبری؟ البته یه سری قوانینم داشت، مثلا نمیتونستم یه چیزایی مثل خونه یا ماشین رو بخرم، فقط بعد اون پولو برای خودم خرج میکردم و نمیتونستم از اینترنت یا موبایل کمک بگیرم. اون روز صبح سر ساعت تا الان فکر کنم خیلی ذهنتون درگیره این قضیه شده بود که چجوری پولو خرج کنی. و هنوز خودمم نمیدونم که چجوری پولو میشه اینجوری خرج کرد. نمیشه یک عده آدم خیلی زیاد و استخدام کنی واسه یک کاری بکنن و همشون پول خیلی زیادتر از اون چیزی که باید بدی نفر 100,000 دلار دادم در قبال این کار. میشه 10 نفر پول بدی تموم شد رفت. وایسا ببین، تو خیریه نمیتونست خرج کنه پولا رو؟ بده به خیریه، ببخشه به خیریه، خرج شد تموم شد رفت. پشمام همین الان زد تو ذهنم. نو چالش 24 ساعته من شروع شد. یه ماشین شاسی بلند اجاره کردم، یه اتاق شاهانه توی یه هتل گرفتم و غذای به شدت گرون خوردم. اما با این حال هنوزم 798,000 دلار رو دستم مونده بود. همونجا بود که فکری به سرم زد. من توی لاتاری شرکت کردم و با بقیه پولم بلیت لاتاری خریدم. از قرار معلوم زیادی هم خوش شانسی آوردم. درست لحظه آخر یه بلیت 1,000,000 دلاری برنده شدم و من برگشتم به خونه اولم. دیگه نصف شب شده بود و من باید یه جایی پیدا میکردم تا قبل از ساعت 9 صبح 1,000,000 دلار دیگه هم خرج کنم. تا اینجا خلاصه قسمت اول بود. حالا بذارید ادامه داستانو براتون تعریف کنم. تو 1,000,000 دلار برنده شدی پرسرم. صاحب مغازه لاتاری پشما شیخته بود و اون بلیت برنده رو بهم نشون داد. من اون بلیت رو به جاستین دستیار وکیلم نشون دادم. دیگه هیچ بلیتی توی مغازه باقی نمونده. چطور میتونم نصف شب این همه پول خرج کنم؟ خب یه مشکل دیگه هم داری. ما کل پولای داخل کیفو خرج کردیم. الان تنها چیزی که داری یه بلیت به ارزش 1,000,000 دلاره. از اونجایی که وقت نداری به پول تبدیلش کنی، این باید همشو خرج یه چیز کنی. بدبختی کم داشتیم اینم بهش اضافه شد. اما یه هایی با خودم فکر کردم که نباید تسلیم بشم. هنوز 9 ساعت وقت داشتم، ولی غیر ممکن نیست. بیا از اینجا بریم. من هر طور شده باید این بلیت رو خرج کنم. ما شروع کردیم با روز رویز اجارهیمون بریم دور بزنیم. با اون بلیت لاتاری 1,000,000 دلاری چه چیزی میتونستم بخرم که خلاف قوانین بازی پدربزرگم نباشه؟ در حالی که فکرم درگیر بود پشت چراغ قرمز وایسادیم. یادم افتاد که هنوز غذا نخوردم که یهو یه دکه هاتدک فروشی کنار خیابون دیدم. من به اون دکه هاتدک فروشی خیره شدم و جاسی زیر خنده. جالبه که یه میلیونر پول نداره واسه خودش هاتدک بخره. نیویورک واقعا شهر عجیبیه. جاسین به راننده گفت وایسه. خودم هم خیلی گشتمه، فکر نمی کنم خوردن هاتدک برخلاف قوانین باشه. مزه اون هاتدک با فاصله از اون آره 70,000 دلاری که خوردم خوشمزه تر بود. قشنگ کلشو قورت دادم. پشت سرمون یه بیلبورد بزرگ از کنسرت جاستین بیبر بود. اون تویی که امشب کنسرت داری؟ من طعنه‌آمیز خندیدم و به بیلبورد جاستین اشاره کردم. میدونم، معمولا میرفتم کنسرتش. واقعا؟ یعنی به خاطر من داری اون کنسرت؟ کدوم پسری میرفته کنسرت جاستین بیبر؟ بیبی 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 از دست میدی؟ متاسفم رفیق. اشکالی نه، اونی که میرفته کنسرتش من بودم که آهنگش هنوز بعد این همه سال حفظم. دست میدی؟ متاسفم رفیق. اشکالی نداره. به عنوان کسی که به 78 از کنسرت جاستین بیبر رفته میگم که اگه یکیش هم دست بدم چیزی نمیشه. 78 کنسرت؟ واقعا تعجب کردم. هیچ وقت فکر نمیکردم یه وکیل پشت میز نشین مثل تو طرفدار جاستین باشه. من اصلا خودمو پشت میز نشین در نظر نمیگیرم. جاستین خیلی معمولی ادامه داد. جرزن پدرم، همونی که دیروز صبح دیدیش، اون وکیله نه من. پس یعنی وکیل پدر بزرگم بابای توئه؟ اصلا نمیدونستم. حالا تو چرا اینقدر از جاستین بیبر خوشت میاد؟
جاستین شروع کرد داستان خودشو تعریف کنه. واقعاً چیز مهمی نیست. یادت استعداد جاستین بیبر رو از طریق یوتیوب کشف کردن؟ خب منم دلم می‌خواست خواننده بشم. توی دبیرستان جاستین الگوی من بود. حتی لباس پوشیدنم هم از اون تقلید می‌کردم. برای همین خیال بعد صبر کنیم ببینیم استعداد جاستین بیبر از کجا کشف شد. اوه 15 سال پیش همه دخترها عاشقش بودن. چه پسر هنرمند. وقتی بابا فهمید که کانال یوتیوب زدم عصبانی شد و سرم داد زد و گفت این ویدیوها زندگی تو نابود میکنه پسرم. تو اول مثل بچه آدم بشین، درستو بخون، وکیل بشین، اون وقت کنارش موسیقیت هم ادامه بده. اون شب رویای من برای تبدیل شدن به یه ستاره نابود شد و مجبورم کرد چنلم رو حذف کنم. وقتی 18 سالم شد، از سر لجسمم و از آرتو به جاسی تأخیر دادم. هیچ وقتم به دانشکده حقوق نرفتم تا بابام به حرفش نرسه. واقعا متاسفم. پس چرا بعد از اون همه ماجرا داری هنوزم با پدرت کار؟ این من نفهمم پریمیر مسخره رندر رو نگاه چجوری میگیره. بعد کلا برنامه ادیتو برش دارم بیارمش بالا یه مش بزنم بهش. در حال حاضر چاره ای ندارم. من دارم کلاس موسیقی میرم ولی بابام خبر نداره. بعد از دانشگاه میخوام خواننده بشم. ببین حالا بابام اونقدرم بد نیست، آدم خوبیه، بهم اهمیت میده، ولی اینکه من دلم میخواد به شیوه خودم زندگی کنم بزرگترین آرزوی منه. اینه که صدام توی آهنگای جاستین باشه. گفتن این حرف بیلبورد پشت سرمون نگاه کرد. اون موقع یه فکر عالی به سرم زد. پس بزن بریم. خیلی هیجان داشتم. جاستین با سردرگمی بهم نگاه کرد و گفت کجا؟ تا آرزوتو به حقیقت تبدیل کنم. با گفتن این حرف سوار ماشین شدم. وقتی وارد سالن شدیم که کنسرت جاستین بیبر قرار بود اونجا برگزار بشه، حالم گرفته شد. به جز اون نظافتچی هیچ کسی اونجا نبود. اجرا به پایان رسیده بود. ازش پرسیدم کنسرت کی تموم شده. یه ساعت پیش. پرسیدم جاستین بیبر رفته؟ اون دستاشو باز کرد و شونه‌هاشو بالا انداخت. برگشتم به جاستین گفتم بیا، باید یه راهی پیدا کنیم بریم پشت صحنه. ممکنه جاستین بیبر هنوزم همونجا باشه. ما با عجله در خارج شدیم و رفتیم اون طرف ساختمون. در عرض چند دقیقه به در کوچیکی رسیدیم که بالاش نوشته بود مخصوص اعضای VIP. بکنم حداقل 100 تا از طرفداراش باشه در بودن و داد می‌زدن. جاستین گفتم خاطر بهش نگاه کردم. جاستین یعنی به سر وکیل خیلی زخ کرد. اون گفت میدونم به چی فکر می‌کنی ولی ماتیو احتمالش خیلی کمه. خواستن توانستن است. کاملا به خودم مطمئن بودم. نگران نبودم در وایس بودم تا کسی نره داخل. طرفدارا پول داشته باشی مشکلی نیست دیگه. هر چند دقیقه یه بار حالشو میدادن که بتونن برن داخل. طرفدارا فقط با بلیت VIP میتونستن برن تو. عمرم بتونیم از اون هیکل گنده رد بشیم. فکر کنم یه راه ورود دیگه هم بلد باشم. ما بدو بدو برگشتیم به ورودی سالن. نظافتچی‌ها تازه کارشون تموم شده بود. ما باید جاستین بیبر رو ببینیم. چرا باید جاستین بیبر رو ببینیم؟ یک میلیون دلاری رو بهشون نشون دادم. اولش ناراحت و عصبانی شدم ولی وقتی عدد روی بلیط رو دیدن چشماشون از تعجب باز موند. اگه لباسای کارتون رو بهم قرض بدید فردا صبح $100,000 به هر کدومتون میدم. اونا به هم دیگه نگاه کردن و یکیشون برگشت گفت چی بار از دست دادن داری؟ اون یکی جواب داد اگه کارمون از دست بدیم چی؟ اولیه با اصرار گفت اگه نفری $100,000 به جیب بزنیم دیگه بشاش تو کار. کارگر دومه یه برخلاف میلش قبول کرد. ما لباسامون رو با اون نظافتچی ها عوض کردیم. از اونجا آخه $500,000 بده همینجا تمومش کن دیگه. یکی دیگه میتونستیم آزادانه توی ساختمون را بریم. بلافاصله رفتیم پشت صحنه. وقتی به اتاق VIP رسیدیم قلبم داشت میترکید. خود جاستین بیبر هم داشت به همراه مدیر برنامه‌ش و بادیگاردش به سمت در خروجی میرفت. چیزی نموده بود خش کنم ولی لحظه آخر بلند صدای زدم و گفتم جاستین جاستین. بادیگاردا جلوم وایستادن که نذارم بهش نزدیک بشم. جاستین بادیگاردا رو فرستاد برن کنار. میخواید با هم یه عکس بگیرید؟ اون خیلی مؤدب بود. بعد از کنسرت خفن امشب حتما خیلی خسته شدید. باعث افتخارمه که از کارگرای زحمتکشی مثل شما تشکر کنم. باورم نمیشد چه اتفاقی داره میفته. جاستین بیبر واقعا داشت به خاطر اینکه خیال میکرد اونجا کار میکنیم از همون تشکر میکرد. گفتم ما برای یه چیز دیگه اینجاییم. جاستین تو آخرین شانس منی. جاستین بیبر از شنیدن حرف من خیلی تعجب کرده بود. مدیر برنامهش بهش گفت جاستین برای امشب کافیه دیگه بیا بری. بابا دهنت رو ببند. یه مدت توی چشام زل زده بود. پرسی وایسا ببینم کنجکاو شدم منظوره چیه که من آخرین چانستم؟ البته در مورد بازی پدر بزرگم چیزی بهش نگفتم ولی میدونستم که چطور باید اون بلیت $1,000,000 رو خرج کنم. امشب میخوایم برای یه کنسرت خصوصی بهت پول بدیم. جاستین بیبر خندید و گفت وایسا چی؟ تو جسارت به خرج دادم و گفتم فقط 3 تا آهنگ بخون. هزینه‌اش چقدر میشه؟ گرونه تو پولت نمیرسه. اون الان خیلی خسته است. ما راه طولانی رو در پیش داریم. پرسیدم چقدر؟ جاستین بیبر با دقت در حال تماشای ما بود. درست 6 قدم اون خرید. من جاستین با دهن باز شده داشت به الگوی زندگیش نگاه میکرد. $1,000,000 اوه لیتس گو تموم. برنامه سعی کرد تأخیر کنه. فردا میتونی بری در عوض این بلیت $1,000,000 گیر بیاری.
با گفتن این حرف بلیط لاتاریمو بهش نشون دادم. مرد خوب بهش نگاه کرد و پشماش فر خورد. برگشت سمت جاسین بیبر و گفت: این بچه راست میگه. بیبر گفت: بچه‌ها این دیگه خیلی عجیبه. بلیط لاتاری واسه خود نگهدار من که نیست. بیبر جان دهنتو به من این پول باید خرج کنم نامتن بگیرش بیبر برگشت که بره قلبم ریخت نباید همچین اتفاقی میافتاد مگه نه بعد از اون همه بدبختی بعد از اون همه شانس و اقبال نمیتونستم به این سادگی یا شکست رو قبول کنم همون موقع صدای دوستم جاسین رو پشت سرم شنیدم اون داشت با صدای قشنگش یه آواز فوق‌العاده میخوند و هرکی توی اتاق بود سرشو به سمتش برگردون حتی خود جاسین بعد از اینکه خوندنش تموم شد صداش از شدت احساسات به لرزش افتاده بود اون گفت همیشه آرزون بود با تو روی صحنه آواز بخونم بیبر خیلی تحت تاثیر قرار گرفت مدیر برنامهش برگشت بگو رو بگو آماده بشم مطمئنم اگه بهش بگی امشب یه میلیون دلار اضافه به جیب می‌زنیم با برگشتن روی صحنه مشکلی نداره من و جاسین با هیجان هم دیگه رو بغل کردیم باورمون نمیشد که جدی موفق شدیم اون شب جاسین بیبر برام سه تا از آهنگاشو خوند خب باورم نمیشه تش به جاسین بیبر رو ختم میشد دوستم جاسین هم پشتش به عنوان بک وکال میخوند بهترین قسمت اجراش اونجا بود که جاسین بیبر از صدای دوست جدیدم خیلی خوشش اومد و بهش پیشنهاد کار داد ساعت 2:46 بام داد بازیمون تکمیل شد بالاخره میتونستم ثروت 100 میلیون دلاری پدر بزرگمو به دست بیارم بالاخره صبح از راه رسید و وقتش بود که به دفتر وکالت برگردیم وقتی رسیدیم بابام به همراه وکیل پدر بزرگم توی اتاق جلسات منتظرم بود Okay. اون چشاش پر از عشق بود بعد دستاشو باز کرد و بغلم کرد و گفت پدر بزرگت برام یه ویدیو گرفت و همه چیزو تعریف کرد تو لیاقت اون پولو داری پرسیدم تو همونو بخشیدی یا نه پدر بزرگت کلی در مورد این که چقدر از کارهایی که کرده پشیمونه برام حرف زد وقتی زنده بود فکر میکردم الکی میگه که خودشو نجات بده ولی وقتی حتی بعد از مرگشون حرفا رو میزنه پس کمونم راست میگفته خب الان پشیمونیش وسط میمونه دیگه که باور نکردی حرفاشو نه؟ از اون روز به بعد توی عمارت بزرگ پدر بزرگم زندگی میکنیم ظاهرن کل خونشو فقط برای ما نوسازی کرده بود انگار مطمئن بود که میریم اونجا بعد از اینکه جاسین از دانشکده موسیقی فارغ التحصیل شد دوتایی با هم زدیم تو کار موسیقی و برای هنرمندهای با استعداد زیادی آلبوم تهیه کردیم من به تمام چیزایی که بهشون دست پیدا کردیم افتخار میکنم و میدونم که پدر بزرگم هم بهم افتخار میکنه ایول داستان خفن بود خوب تموم شد گل مگولی بود دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودیم فقط من جاستین بیبره تو نمیره